الرحمن الرحیم، با هر سلام خدمت تمام دوستای عزیز. در این بخش در ادامه درس استاتیک می پردازیم تبدیل بار منتشره مستطیلی مثلثی و زنزنقه به بار متمرکز و بعد از آوردن مقدار نقطه اثر بارهای منتشره. ما در کل دو نوع بار داریم که البته بارهایی که بالای یک گادر یا یک المان وارد میشه یا عنصر، دو نوع بار است. یکی بار متمرکز است که به شکل نقطه ای اثر میکنه، که بار منتشر است که باز بار منتشر به نوبه خود به سه بخش تقسیم میشه که بار مستطیلی، بار مثلثی و بار زنقه ای. و ما چطور میتونیم این نوع سه بار به بار متمرکز تبدیل کنیم و مقدار اثر بار یا قسمتی که بالای بار وارد میشه چگونه به دست میاریم؟ در نخست ما تبدیل بار منتشر مستطیلی به بار متمرکز دریافت میکنیم. مقدار قوه نیرو برابر است با حاصل ضرب قوه در واحد طول بار منتشره می باشد. فرض مثال اگر شما این گادر اومگا را به شما می تکه 10 کیلوگرم فی متر مربع، فی متر در واحد سطح است، یعنی در متر مربع 10 کیلوگرم بالای از این گادر بار وارد میشه. ال ضرب اومگا، زمانی که ما میخوایم بار به بار متمرکز تبدیل کنیم دقیقا مساحت از این مستطیل، مساحت مستطیل زمانی که ما مساحت یک مستطیل دریافت میکردیم، اگه یک مستطیل ما باشه، اگه بی باشه، قسمت اچ باشه، مساحت قسمت که ما دریافت میکردیم ای مساحت مستطیل، بی ضرب در اچ، بی ضرب در اچ، مساحت قسمت مستطیل. در واقع زمانی که ما طولش مساحت قاعده ضرب طول ضرب ارتفاع که در قسمت ما اومیگا در قسمت وارد میشه که اومیگا ضرب ال، ضرب ال به بار متمرکز تبدیل میشه. با نقطه اثرش کجاست؟ نقطه اثرش و زمانی که شما نقطه اثر زیر پیدا میکنید، قسمی که مرکز سطح یا مرکز ثقل یک مستطیل پیدا میکنه. مرکز سطح مستطیل چه قسمی که تقاطع قطرهایش بود، تقاطع قطرهای مستطیل ما مرکز، دقیقا تقاطع قطرهای زی میشه مرکز سطح. البته در کدام قسم؟ در طول که وارد میشه، در طول ال که وارد میشه، که اینجا ال جداگانه داشت ما نمیتونه، فقط از این قسمت تا این قسمت میشه نقطه اثرش ال بر 2. دیگه باره که ما میخواییم تبدیل کنیم به بار متمرکز یا بار نقطه تبدیل بار منتشره مثلثی به بار متمرکز است که مقدار قوه برابر از مساحت مثلث توزیع قوه و محل اثرش ال بر 3 از قاعده و 2 ال بر 3 از رسم میباشه. بازم مثل مستطیل و زمانی که میخواییم که به بار متمرکز تبدیل کنیم، مساحت از زیر دریافت میکنه. مساحت یک مثلث شما چه قسم پیدا میکنه؟ زمانی که ما اینو میخوایم با بار متمرکز تبدیل کنیم، یک بر 2 قاعده ضرب ارتفاع. در این قسمت قاعدهش ال است، ارتفاعش اومگا است. دقیقاً این قسمت در کدام قسمت از این وارد عمل میکنه، یعنی نقطه اثر کدام قسمت است؟ از قسمت از ال بر 3 از راست، ال بر 3 از ارتفاع، ال بر 3 از ارتفاع و 2 ال بر 3 از راست میباشه. تبدیل بار منتشره زنقه‌ای به بار متمرکز، زمانی که ما میخواییم که بار منتشره زنقه‌ای را به بار متمرکز تبدیل کنیم، نخستین کار را که میکنیم این است که ما را به دو قسمت تقسیم میکنیم. یعنی اگر ما به صورت دقیق بتونم این را تقسیم کنیم، این دو قسمت ما به دو قسمت تقسیم میکنیم. این قسمتش میشه بار مستطیلی، این قسمتش میشه بار مستطیلی که مقبقه رنگ سرخ نشان بدم و قسمت بالایش میشه بار مثلثی. ما زمانی که میخوایم که ایره در قد ای اومگای 2
خودش می باشد و اما در ارتفاع دی ارتفاع دیگه از این قسمت تا این قسمت دیگه اومیگا یک نیست، اومیگا یک منفی اومیگای دوست. چرا؟ یعنی قسمت مثلثی که به این اندازه ارتفاع باید این قسمت بکشه فقط این قسمت میمانه که ما بتانیم بار مثلثی را محاسبه کنیم. اگر ما بخوایم بار متمرکز از این تبدیل کنیم قسمت مثلثی را، قسمت مثلثی اگر ما با بار متمرکز تبدیل کنیم مساحت از این مثلث میشه یک بر دوی. قاعدهش چند است؟ قاعدهش ال است ضرب در ارتفاع، ارتفاعش اومیگا یک، اومیگا یک منفی اومیگا دو. دیگه کدام قسمت است؟ جمع مساحت قسمت مستطیل اومیگا دو ضرب در ال. این تبدیل شد نقطه اثرش ترکیب از قسمت است که ما نقطه اثر مستطیل دقیقا قسمت وسط یا تا اون مرکز سطح یا مرکز ثقلش بود که در این قسمت بود که ما این قدر ای از مستطیل شد از این قسمت به اندازه ال بر دو مثلث هم اگه ما ترسیم کنیم دقیقا اگه این قسمت قرار بگیره از این قسمت تا این قسمت دو ال بر سه از ارتفاع ال بر سه نقطه اثرش، نقطه ای که اعمال میشه بالای از این بار مستطیلی. در شکل ذیل عکس العمل تکیگی به دست بیارید. از اون ما یکی از مثال های کتاب آقای دکتر آقای ابلر ما به شما در این قسمت آوردیم که یکی از سوال های تمرینش می باشه. ما اولین کار که میکنیم شکل خوب کاملا مطالعه میکنیم، میبینیم که یک بار مستطیلی داریم و یک بار مثلثی داریم. به خاطر تبدیل کردن از این به بار متمرکز اصلا از شکل شراس نداشته باشه خیلی ساده است. میتونیم یکی قسمت که پن شده ما یک قسمت جدا کنیم، بعد اون قسمت جدا کنیم یا ما میفهمیم که یک لورر است که به یک وای ای داره این قسمت و این قسمت تو وقتی این دو قسمت چپ راست دقیقا به این شکل است. اگر ما جدا کنیم دو قسمت چپ راست شد و یام تکی یک تکیگاه فکس داره به این شکل. قسمت که شما در شکل میبینیم ایره ما به دو قسمت تقسیم کردیم AC و CB. یک قسمت ما رولر داریم، یک عکس العمل به طرف بالا به جهت بالا و ای داره و یک عکس العمل به جهت دقیقا پن جدا میکنیم به این شکل می باشه. ما در باره عکس العمل ها کاملا معلومات مفصل به شما ارائه کردیم. وای سی به جهت بالا داره و ایکس سی به این طرف. البته جهت ها را ما فرضی در نظر میگیریم، وقتی که محاسبه کردیم دقیق معلوم میشه که جهت های ما درست است یا اشتباه. دیگه قطعه سی بی را در نظر میگیریم، قطعه سی بی یک عکس العمل، اگر عکس العمل این طرف بود شما جهت که از پن جدا میکنه با جهتش خلاف جهت بگیره که اکس سی و یک عکس العمل به طرف ای که جهتش بالاست، یک عکس العمل وای سی به طرف پایین داره و یک قسمت وای بی جهتش به طرف بالا و یک عکس العمل یک نیروی محوری بعد یک قسمت به این قسمت داره که اکس بی و یک مومنت یک مومنتوم دیجه اعمال میشه. در قدم نخست ما می ایره به دو قسمت، یکی قسمت یک و قسمت دو. ما یک قسمت یک میگیم یک قسمت دو. ایره ما به دو قسمت تقسیم کردیم. در قدم نخست ما می این قسمت یک را مطالعه میکنیم و نیروهایی که به این وارد شده میخوایم بارش به بار متمرکز و تبدیل کنیم. اول نیروی محوری اکس سی را پیدا میکنیم. میبینیم اکس سی مجموع قوه ها بالای محور اکس مساوی به صفر. میبینیم که زمانی که ما این را سمت مثبت بگیریم اکس سی دیگر کنم نیروی محوری وجود نداره، اکس سی مساوی به صفر میشه. دیگر ما مجموع قوه ها بالای محور وای جهت ما را به سمت بالا میگیریم. فرض از جهت فرضی شما میتونه جهتتان را به هر صورتی که میخوای بگیره، ما به جهت پایینی را فرض میکنه که جهت بالای از این مثبت است. وای ای جمع وای سی مساوی با منفی 6.
عزیزان منفی شارژ در کدام قسمت یا منفی شارژ از کجا شد؟ من میایم که بار مثلثی را به بار متمرکز تبدیل میکنم. پیشتر تذکر دادم که چه قسم بار مثلثی را به بار متمرکز تبدیل میکنم. البته یه مساحت از یه مساحت از یک قسمت که پیدا میکنم یک بر دوی قاعده، قاعده چند است؟ 6 ضرب ارتفاع، ارتفاع چند؟ 2 کیلو نیوتن است. ای دو با دو خلاص مساوی به 6. در کدام قسمت از این وارد میشه؟ در قسمت ال بر 3 از ارتفاع. ال بر 3 از این قسمت، ال بر 3 تقسیم 6 تقسیم 3 2. دقیقا بار ماده این قسمت وارد میشه 6 و این قسمت 6 تقسیم 3 ال بر 3 از این قسمت 6 تقسیم 2 ال بر 3 از ارتفاع این قسمت. اگر شما عزیزان این اشتباه میکنیم، فرض مثال این مثلث است به این شکل یا به این شکل، از ارتفاع که به این قسمت حرکت میکنه به اندازه ال بر 3، ال بر 3 و از قسمت راست 2 ال بر 3 است. 2 ال بر 3 می باشه که در بالای خط هم قرار گرفت. خب 2 ال بر 3 ما دقیقا در این قسمت ال 6 6 تقسیم 2 3 3 6 می باشه 6 تقسیم 3 2 این قسمت 2 و این قسمت هم 2 ال بر 3 که میشه 4. خب مجموع قوه ها با بالای محور وای مساوی به صفر، یک وای ای داریم، جمع وای سی داریم، جهت بالا، سمت جهتی که ما با نیروی متمرکز بار مثلثی را تبدیل کردیم به جهت پایین منفی 6 مساوی به صفر. از این قسمت ما دو مشهول داریم، نمیتونیم که از این قسمت پیدا کنیم، باید یک مومنت از نقطه ای یک مومنت بگیریم، یک مومنت میگیریم و هم جهت عقربه ساعت ما همون جهتش در نظر میگیریم. 6 ضرب 4 یعنی 6 هم جهت عقربه ساعت دور میده و بازوش هم به اندازه 4 است. 6 ضرب 4 منفی وای سی جهتش خلاف جهت عقربه ساعت گادرت میچرخانه، وای سی منفی 6. از این قسمت ما وای سی رو پیدا میکنیم مساوی به 4 کیلو نیوتن. زمانی که ما وای سی رو پیدا کنیم وای ای رو میتونه که پیدا کنیم، وای ای زمانی که 4 بانه وای ای مساوی میشه 2 کیلو نیوتن. این قیمت رو آوردیم در این معادله گذاشتیم. خب ای ما عکس‌العمل های قسمت ای سی رو پیدا کنیم، میریم در قسمت سی بی و تعداد نیروی محوری و عکس‌العمل های قسمت رو پیدا میکنیم. در قدم نخست مجموع قوه ها بالای محور x مساوی به صفر، جهت هم از جهت شما که مثبت میگیری ما این جهت هم مثبت گرفتیم. خب یک x سی داریم به این جهت، منفی x بی به این جهت داریم که باز هم x بی مساوی به صفر میشن. مجموع قوه ها بالای محور y مساوی به صفر، جهت ما را به سمت بالا مثبت میگیریم، به سمت بالا جهت مثبت میگیریم، منفی یک منفی 4 وای سی خزی قسمت پیدا کنیم. میگه وای سی بود بالا، چرا منفی شد؟ چون ما گفتیم که وقتی که اسمن جدا میکنیم جهت از این به طرف پایین میشه، اینجا ما جهت رو درست گرفتیم که منفی 4 کیلو نیوتن، دیگه برخلافش میشه، چون اگه ما این رو منفی 4 نگیریم تعادل استاتیکی برقرار نمیشه، جسم ما کاملا یک جسم ناپایدار خواهد بود. ما چون به خاطر همو اصول قوانین استاتیکی برابر شه و زمانی که شما میخواهی که یک این قسمت از پن جدا کنه، این قسمت اگه به این جهت بود قسمتی که به قسمت چپش قرار داره به طرف پایین خواهد بود، که در این قسمت ما منفی 4 وای سی
نه حالا ما میخوایم که بار از زیر به بار متمرکز تبدیل کنیم، که ما میخواستیم که بار مستطیل است که زمانی که به بار متمرکز تبدیل کنیم مساحت از این قسمت یعنی 2 ضرب 4 مساوی به 8. در وسط قسمت در این قسمت عمل میکرد. نقطه اثرش کدام قسمت بود؟ نقطه اثرش L/2، L/2 یعنی در نصف ازی تقاطع قطرهایشان در نصف ازی عمل میکرد که یک قسمت 2 و یک قسمت هم میشه 2. منفی از جهتش به پایین جمع YB. YB را از این قسمت ما پیدا میکنیم 12 کیلو نیوتن. خب ما میایم یک مومنت از نقطه MB میگیریم تا مومنت که در اینجا قرار داده ما او را پیدا کنیم. جهتش هم جهت عقربه ساعت مثبت میگیریم. YC منفی 4 چون این خلاف جهت میچرخانه منفی 4 ضرب 4 بازش از این قسمت تا این قسمت 4 است. از این قسمت تا این قسمت بازش 4 است. 4 و منفی 8. 8 از این قسمت تا این قسمت بازش 2 است. این خلاف جهت میچرخانه منفی 8 8 ضرب 2 منفی همیان خلاف اقربه ساعت میچرخانه منفی که ام پیدا میکنیم 32 کیلو نیوتن. خب از امیدوار هستم که از این آموزش چیز را آموخته باشه. اگر سوال انتقاد پیشنهاد داشته باشه میتونید در ویدیوهای ما زیر ویدیوی ما کامنت کنه ما یا ویدیوی که مشکل داشته باشه ما با البته این ویدیو رو به درخواست یکی از دوستان ما ایره ساختیم. البته می خوام که درس ادامه بدیم و به زودی درس تحلیل ساختمان ما آغاز میکنیم. پس چینل ما رو سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و کلید زنگوله رو فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای ما آگاه شوید. موفق شاد و پیروز کامکار باشید. الله نگهدار. خداحافظ.